در ادامه این همه صحبت های شیرین خود سخت حرفایی که من میخوام بزنم، چون یه مقدار میخوام از وضعیت موجود بگم و از پژوهش ها صحبت بکنم. یه بخشش ممکنه تلخ باشه، یه بخشش شاید شیرین. به هر حال قسمت های تلخش امیدوارم به من ببخشید. در کتاب حق مادرزاد میخونیم: تأثیرات حیاتی طبیعت در توسعه درک و خرد ما اغلب نادیده گرفته می شود. شاید به این خاطر که این تأثیرات بسیار ظریفند. ما گاهی ارتباطمون با طبیعت را به این دلیل که همیشه اطراف ما بوده مسلم و بدیهی فرض می کنیم. همچون یک ماهی که از آبی که همیشه در آن شنا می کند یا یک پرنده که از هوایی که در آن پرواز می کند غافل می ماند. واقعا همینطوره. با وجود تمام این بایدهایی که الان ازش صحبت شد و با وجود تمام شواهد و پژوهش‌هایی که از این در واقع لزوم این ارتباط دارن حرف میزنن، ما شاهد این هستیم که نقش بازی در شاید این هستیم که در عصر مدرن روز به روز داره ارتباط کودکان با طبیعت کاهش پیدا میکنه و به همین دلیل ریچارد رود میاد اصطلاح آرزه کمبود طبیعت رو در واقع به کار میبره. اون این اصطلاح رو به کار میبره که توجه ما رو به این بحرانی که الان دوچارش هستیم جلب بکنه و عواقبی که این فاصله گرفتن از طبیعت داره برای کودکان ما و برای جامعه ما ایجاد میکنه. در واقع با بیان این اصطلاح میخواد توجه ما رو به این بحران جلب کنه. در واقع امروز مسیری که کودکان ما از طریق اون طبیعت رو درک میکنن بسیار تغییر کرده. طبیعت برای کودکان ما بیشتر یک امر انتزاعی شده تا یک امر واقعی. چیزی که بهش اون رو تماشا کرد، اون رو مصرف کرد، اون رو تخریب کرد، بعد تا چیزی برای نادیده گرفتن. و هر روز جامعه جوانترها رو بیشتر و بیشتر از ارتباط با طبیعت منع میکنه. ما شاید این هستیم که کودکان ما خیلی خوب در مورد جنگل‌های بارانی یا تنوع زیستی در قسمت‌های مختلف جهان اطلاع دارن، اما از جنگل‌های نزدیک خونه خودشون هیچ اطلاعی ندارن. یا به گفته سوبل میگه که حتی از علفزارهای دم در کلاس درسیشون رو هم بی اطلاعن و اونها رو نمی‌شناسن. ما توی چند دهه اخیر شاید کاسته شدن و به خطر افتادن جدی فرصت‌های کودکان برای تجربه طبیعت بودیم و رابرت فایل از این مسئله به عنوان با اصطلاح نابودی تجربه یا خاموشی تجربه نام می‌بره. این مفهوم اشاره داره به اینکه جوامع مدرن فرصت‌های دوران کودکی برای تماس کافی با طبیعت رو مخدوش و تضعیف کردن. با گسترش شهرنشینی و عقب مونده شدن فضاهای طبیعی از شهرها، ما هر روز ارتباطمون و دسترسیمون به طبیعت شاید کمتر شده و حتی پای این رو یکی از اصلی‌ترین علل بحران‌های گمشناختی جهان مدرن می‌دونه. در واقع دلیلی که ریچارد لو و رابرت هایت از این اصطلاحات دارن استفاده می‌کنن این هست که ما رو متوجه این بحران بکنن. میخوام یه سر آمار بگم که خواهی شاید خیلی مشاید نباشه. این آمار رو در کتاب کودک حق در کتاب حق مادرزاد میبینیم. در اونجا نوشته شده امروزه کودک معمولی چیزی کمتر از 40 دقیقه در هفته رو در محیط بیرون سپری میکنه و این رقم در 20 سال پیش چیزی حدود 4 ساعت بوده. 96% بزرگسالان محیط بیرون رو مهمترین فضای دوران کودکی خودشون میدونن و این در حالی که 46% بچه‌ها چنین ادعایی دارن در حال حاضر. 36% از کودکان بیرون از خونه بازی میکنن و این در مقایسه با کودکی مادرانشون که 70% بوده چیزی کمتر از نصفه. در سال 2010 میلادی کودکان معمولی در هفته حدود 52 ساعت از وقتشون رو با وسایل الکترونیک مثل رایانه تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری سپری می‌کنن و این میزان در سال 2005 چیزی حدود 46 ساعت بوده.
در طول نیم قرن اخیر محدوده بیرون از خونه، جایی که بچه ها بتونن تنهایی توش بازی بکنن، 90% کاهش پیدا کرده و کودکان امروز روی هم رفته 90% از وقت خودشون رو دارن داخل خونه ها سپری میکنن. این آمار رو اگر دقت کرده باشیم مربوط به سال 2010 و حالا این گذر زمان و داستان کرونا رو هم که بهش اضافه کنیم متوجه میشیم که الان فاجعه تا چه حده. چه عوامل باعث این اتفاقات شدن؟ من خیلی تیتوار سعی میکنم ازشون حرف بزنم. افزایش محیط های انسان ساخت و اتکا به هم و نقل ماشینی به جای پیاده روی و دوچرخه سواری، از بین رفتن مفهومی به نام کوچه و محله. کوچه در واقع جاییه که بچه ها بتونن تنهایی توش بازی کنند و احساس امنیت داشته باشن، ولی امروز ما کوچه هامون فقط مسیر رفت آمد ماشین شده و هیچ کودکی نمیتونه توی اون فضاها بازی امن ایمن داشته باشه. و محله جایی بود که آدم ها با هم دیگه معاشرت داشتن، از قبل این معاشرت اعتماد بینشون اتفاق می افتاد و می تونستن بچه هاشون رو به خونه هم بفرستن یا برحال به فضاهای بیرون بفرستن و الان مفهوم محله هم شادش هستیم که از بین رفته. و چیز دیگه که خیلی نقش داره در این مسئله نقش رسانه است. رسانه با ایجاد ترس هایی که عموما واقعی نیستن باعث شده که خانواده ها هم در واقع ترس بیرون فرستادن کودکان درشون افزایش پیدا بکنه. و حالا مسائل دیگه که همه اون ازش آگاهیم، افزایش روزافزون آموزش های رسمی در محیط های خونه، گسترش چشمگیر رسانه های الکترونیک، اشتغال پدر مادرها هر دو بیرون از خونه و حتی وجود تعداد زیادی زمین های زراعی زیر کش باعث شده که کودکان روستایی هم مانند کودکان شهری دچار فقر و محرومیت باشند و این شاید برای ما خیلی عجیب باشه. مسئله فقط در واقع بزرگ شدن کودکان در محیط خونه نیست، بلکه کوچک شدن فضای خونه هم الان مسئله مهمیه. جین کلار استاد حرکت‌شناسی دانشگاه میلند واژه‌ای رو به کار می‌بره در مورد کودکان امروز و از اونها به عنوان کودکان محفظه بندی شده یا پک شده نام می‌بره. بچه‌ای که یا در واقع روی صندلی خودروها یا روی صندلی‌های پای بلند یا درون کالسکه‌ها یا صندلی‌های مخصوص تماشای تلویزیون بسته‌بندی شدن و اجازه ندارن که از اونجا تکون بخورن. نه، ما این کار داریم می‌کنیم که بچه‌ها رو از سری خطرها محفوظ نگه داریم، اما غافلیم از این که این اتفاق باعث شده که باعث آثار مخرب بلند مدت‌تری در کودکان خواهد شد. یک پژوهشی که در اسکاتلند صورت گرفته روی کودکان 3 ساله نشون میده که این کودکان تنها 20 دقیقه در طول روز فعالیت بدنی دارن. و خب این کوچک شدن محدوده خانه، باز دوباره کم شدن فعالیت بدنی، همینطور عواقبی پشت سرش داره که همه ما ازش آگاهیم، از در واقع آسیبی که به سلامت جسمی روانی کودک میزنه و همینطور ریسک های مربوط افزایش ریسک های مربوط به درک و دریافت کودک از اجتماع، ریسک معطوف به اعتماد به نفس و توانایی تشخیص خطر حقیقی. ما وقتی کودکانمون رو از خطرها دور می‌کنیم، این امکان رو و این فرصت رو که اونها تمرین کنن که چطور با ریسک ها مواجه بشن و توانمندی مواجهه با ریسک رو بتونن پیدا بکنن از اونها می‌گیریم. همینطور که از لحاظ جسمی و روانی کودکان ما دارن تضعیف میشن، در کنارش داره غنای تجربه انسانیشون هم کاهش پیدا می‌کنه. با وجودی که حجم روزافزونی از پژوهش‌ها رو داریم که داره از لزوم ارتباط کودک و انسان با طبیعت میگه، ما شاهد این هستیم که با عدم رعایت این قضیه و عدم توجه به این مسئله و از بین رفتن فرصت‌ها هر روز اختلالات مختلف داره برای کودکان ما ایجاد میشه. اختلالی مثل اختلالات کم توجهی، نابهنجاری های جسمی و روانی. و پژوهش ها نشون دادن که این اختلالات در ارتباط با طبیعت میتونه برای این اختلالات کاملا جنبه درمانی داشته باشه.
به گفته دانشمندان کودک به همون اندازه که به تغذیه خوب نیاز داره به تماس با طبیعت نیز محتاجه و در واقع تماس با طبیعت همون اندازه براش حیاتیه که تغذیه. مشاهدین هستیم که مادرها در مدارس طبیعت خیلی روی تغذیه بچه‌هاشون تاکید میکنن، اما ای کاش که این مسئله رو هم بهش آگاه بودن. اختلال فقر تربیت رو که ریچاردو ازش حرف میزنه و خب پیامدهای رو در پی داره که تا حدی ازش صحبت کردیم، میشه در سطح افراد، در سطح خانواده ها و همینطور در سطح جامعه در واقع بررسیش کرد و تشخیصش داد. تغییر رفتار انسان در شهرها و همینطور نحوه طراحی شهرها هم حتی میتونه متأثر از این قضیه باشه. در این راسته ایسای مطالعات نشون میدن که بین عدم دسترسی به پارک ها و فضاهای باز و میزان ارتفاع به جرائم و ابتلا به افسردگی و سایر ناخوشی های شهری رابطه مستقیم وجود داره. از طرف دیگه مطالعات نشون میدن که بهترین شاخص فعالیت جسمی کودکان حضور در بیرون از خونه است و زندگی بی تحرک در خونه ارتباط مستقیمی با ابتلای به اثر بیماری ها و اختلالات نشون داده. در ایران هم مطالعه که روی 80 مدرسه توسط چند دانشگاه صورت گرفت نشون میده که این بچه ها در واقع یک چهارم بچه ها یا چاقن یا اضافه وزن دارن و بین چاقی و بهره هوشی یک رابطه معکوس در این پژوهش ها دیده شده و گزارش های وزارت بهداشت نشون میده که در 4 دهه گذشته کودکان ایرانی در شاخص اضافه وزن افزایش چشمگیری داشتن و همه ما آگاهیم به اینکه اضافه وزن خودش چه عواقبی رو به همراه خواهد داشت و دیدن این عواقب و بیماری هایی که اضافه وزن بر کودکان ما داره تحمیل میکنه در سنین در واقع کودکی داره هر روز افزایش پیدا میکنه. تا اینجا حالا شاید از تأثیرات منفی بر سلامت جسمی بیشتر صحبت کردیم، اما تأثیر دیگه ای که میتونه داشته باشه و یکی از مهمترین تأثیراتی که حتی خود چاقی میتونه بر انسان داشته باشه افسردگی و اختلالات روانیه. یک پژوهشی که در یک ژورنال روانپزشکی منتشر شده نشون میده که میزان تجویز قرص‌های ضد افسردگی برای کودکان آمریکایی طی 5 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده و شواهد نشون میده که قطع ارتباط کودک با طبیعت و نیاز به استفاده از این داروها رو تشدید میکنه. همینطور پیتر کارن از ارتباط مستقیم ارتباط با طبیعت و کاهش استرس یاد میکنه. من فکر میکنم داره خیلی صحبت های من طولانی میشه و ما بخش زیادی از اینها رو خودمون میدونیم، اختلالاتی که در پی این جدا ماندن ما و کودکانمون از طبیعت داریم هر روز بیشتر شاهدش هستیم. اختلالات رفتاری، استراب، افسردگی. پژوهش‌ها نشون میده که کودکانی که در اطراف خونه‌شون طبیعت بیشتری دارن از نظر معیارهای اختلالات رفتاری، استراب و افسردگی در وضعیت بهتری هستن و در مقایسه با دیگر کودکان حس مثبت بیشتری نسبت به خودشون دارن. حتی کودکان روستایی که ما تصورمون هست که اونها دیگه در بین طبیعت دارن زندگی میکنن، باز مشاهدات نشون داده که بچه‌هایی که در طبیعتی هستن که غنای بیشتری داره باز وضعیت بهتری دارن. ما در سالهای اخیر شاهد واژه‌ای به اسم، حالا شاید خیلی اخیر نباشه ولی مدتی که شاهد واژه‌ای به اسم طبیعت درمانی هستیم، اما این دیدگاه چیز جدیدی نیست. این دیدگاه که فضاهای طبیعی یا دست کم باغ‌ها جنبه درمانی یا احیاگرانه دارند در واقع یک دیدگاه کهنی که از 2000 سال پیش ما در بین چینی‌ها هم شاهدش هستیم. چینی‌ها باغ‌ها و گلخانه‌هایی درست می‌کردن و باور داشتن که این قضیه برای سلامتشون مفیده و متخصصین سلامت روان کارهایی مثل بیل زدن در باغ رو برای در واقع به عنوان جنبه درمانیش تجویز میکنن.
به امروز باز ما شاهد واژه‌ای مثل پت درمانی یا باغبانی درمانی هستیم به عنوان یک رویکرد درمانی خیلی جدی. ون کچرز یک متخصص حیوان درمانی از کودکی مبتلا به اوتیسم صحبت میکنه که ابتدا حیوانات رو نادیده میگرفت و به اطرافش توجهی نداشت، اما در ارتباط مستمر با حیوانات به مرور شاهد این بودن که بالاخره توجه نشون میده و نهایتا اولین کلمات جدیدش رو در خطاب به اون حیوان بیان میکنه. و این دقیقا چیزی که ما خودمون هم در مدارس طبیعت شاهدش بودیم در مورد کودکان اوتیسم. از طرف دیگه همونطوری که هر حال در مورد سیاست صحبت شد، میدونیم که نجات محیط زیست ما هم در گروه این ارتباطه و چاولا در مصاحبه که با محیطگرایان در مورد منبع انگیزشی اونها برای حفاظت از محیط زیست صحبت میکنه، این رو دریافت میکنه که اونها از تجربیات طبیعت در دوران کودکشون به عنوان مبنایی برای رابطه خودشون با محیط به عنوان یک عامل خیلی مهم یاد میکنن. به قول پای، انقراض یک هرکس برای کودکی که هرگز الیکایی را ندیده چه معنی خواهد داشت؟ در ادامه این، حالا بعد از تمام این صحبت‌ها با امور ناراحت کننده، شاید بد نباشه که از وضعیت خودمون و مدارسی که توی طبیعت، مدارس طبیعتی که در ایران دارن کار میکنن کمی صحبت بکنیم. در یک پژوهش که خودم از انجام دادم در یکی از مدارس طبیعت ایران، ما شاهد تاثیر شگفت‌انگیزی روی کودکانمون از در شاخص‌های مختلف رشدشون بودیم. رشد در واقع از ابعاد جسمی، حرکتی، اجتماعی، عاطفی و شناختی. و پژوهش‌های حالا تحقیقی که من انجام دادم و همینطور مشاهداتی که تمام عزیزان ما که دارن در حوزه کودک و طبیعت فعالیت میکنن، تاثیر کاملا مستقیم این قضیه رو روی رشد کودکان ما داره نشون میده. و حتی اون جنبه درمانیش رو هم ما در این سالها به وفور شاهد بودیم. من برای در واقع خاتمه صحبتم فقط چند تا مثال میزنم و چند تا روایت از والدینی که از کودکانشون و تاثیر این مسئله در درمان کودکشون صحبت کردن. پدر یکی از کودکان عنوان میکنه که کودکش قبل از اومدن به مدرسه طبیعت مشکوک به بیماری تحلیل عضلانی بوده، در راه رفتن مشکل داشته و به سختی میتونسته قدم‌هاش رو برداره، اما بعد از اومدن به مدرسه راه رفتنش خیلی بهتر شده، حتی میتونه بپره و توی کارهای فیزیکی و حرکتی جرأت بیشتری پیدا کرده. مادر کودک دیگه عنوان میکنه که کودکش از وقتی که میره مدرسه طبیعت و توی فضای باز قرار گرفته کمتر از قبل مریض میشه در مقایسه با خواهرش که در واقع مهد کودک میره و خیلی بدنش نسبت به بیماری ها و حتی نسبت به سرما مقاوم شده. و مورد دیگه، مادر صحبت میکنه از کودکی که از یک بچه افسرده و غمگین تبدیل شده به یک بچه شاد و پر انرژی. عنوان میکنه که کودکش قبلا فقط گریه میکرده و خونه رو به یک فضای کاملا متشنج تبدیل کرده بوده، اما از زمانی که مدرسه طبیعت میره در واقع تبدیل به یک کودک شاد شده و فقط صدای خنده هاش رو میشه شنید. امیدواریم که این اتفاق برای تمام کودکان این کشور بیفته. سلام و عرض ارادت خدمت همه دوستان حاضر که شیفته دیدن همشون بودم و امروز همه رو یک جا میتونم ببینم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و متشکرم
از جناب دهباشی که این فرصت رو فراهم کردن. فکر می‌کنم درباره جنبه‌های مختلف کتاب صحبت‌هایی شد و من سعی می‌کنم که وارد موضوع کتاب نشم بلکه از حواشیش چیزهایی بگم. دو تا مترجم دیگه کتاب‌های دکتر چشمی و خانم دکتر شهریاری و همینطور خانم دکتر مریم برومندی که زحمت زیادی کشیدن در ویرایش کتاب نیستن، جاشون خالی است. کتاب درباره نیاز جدی انسان و به خصوص کودک به ارتباط با طبیعت بحث میکنه و من میخوام که اینو در یک دیدگاه وسیع‌تری بذارم که سابقه این مسئله کجاست. اگر که خیلی به گذشته دور نریم، حداقل از قرن 18 هم میتونیم از رمانتیک ها صحبت کنیم که به تأثیر مندگار رابطه انسان با طبیعت باور داشتند و به طور شهودی این رو میدونستند که بدون این رابطه انسان نمیتونه یک موجود به سامانی باشه. نمونه اونو در اشعار وردزورس یا مثلا در کارهای روسو مثل کتاب امیل میشه به خوبی دید. امیل اصلا به مدرسه اعتقادی نداشت و فکر میکرد که طبیعت به اندازه کافی مدرس خوبی هست. مدرس میلیون ساله مسلم از مدرس 200 ساله باید بهتر باشه، برای اینکه در این 200 سال ما میبینیم که این همه عیبای خودشو بروز داده و حالا ما دوباره مجبوریم شرمگین به سمت مدرس قدیمی میلیون سالمون بریم. بعد از او در قرن گذشته در اوائل قرن 20، اواسط قرن 20 میتونیم مثلا فرض کنیم به کارهای علمی کسانی مثلا یوجین اودوم بومشناس برجسته اشاره کنیم که معتقدی که در واقع زیباشناسی ما ملهم از تکامل ما در یک زیستگاه مشخصه. منظور ساوانهای آفریقاست، جایی که درختان با فاصله از هم هستند، بینشون علف هست، این جا به جایی ممکنه که بیشه هایی باشه، پستی و بلندی باشه و آب در منظر باشه و او تاکید میکنه که این زیباشناسی ما ملهم از این بودن در این زیستگاه برای میلیون سال هست. برای همینه که ما هر جا که به جنگل های انبوه رسیدیم انقدر درخت بریدیم ناخودآگاه تا اون زیستگاه رو دوباره بازسازی کنیم و وقتی به دشت بدون درخت رسیدیم انقدر درخت کاشتیم که چنین وضعیتی به وجود بیاد. مزارع ما در واقع یک تقلیدی از همون ساوان هاست. مسئله عالی تقلید از ساوان در واقع پارک های ماست. هرچی یک پارک به اون به اصطلاح کالبد ساوانی شباهت بیشتری داشته باشه ما بیشتر بهش علاقمندیم و دلمون میخواد که درش بگردیم، جایی که آب جریان داشته باشه، جایی که درخت ها اصلا فاصله داشته باشن و بتونیم چشم‌اندازهای دور رو ببینیم و غیره. کمی بعد از اودوم ما با کارهای ادیت کاب روبرو میشیم که به طور مستمر مطالعاتی در مورد تأثیر ماندگار طبیعت به خصوص در کودکان در دوره کودکی مطالعه میکنه. او 300 تا زندگی نامه آدم های برجسته رو مورد بررسی قرار میده و میبینه که در همه اینها تجربه طبیعت در کودکی یک تأثیر دیرپاست که هر وقت اونها در هر جایی در زندگی با مشکل روبرو میشن در واقع به اون تجربه به عنوان منبع الهام برمیگردن. او در این زمینه کاری رو مقاله‌ای رو در اواسط دهه 50 قرن گذشته تو مجله ددالوس منتشر کرد و ولی کتابش رو نتونست خودش در بیاره. بعد از مرگش
مارگاریت مید کتاب او رو در آورد به نام بومشناسی تخیلات کودکی. و خوشبختم که بگم که این کتاب به تازگی به ترجمه خانم ناهید رضازاده و آقای محمد عظیمی ترجمهش منتشر شده از طرف جهاد دانشگاهی مشهد. در این کتاب یک نکته از اون من میخوام اینجا بگم که بسیار مهمه. اون میگه که بسیاری بر این باورن که کودک وقتی در طبیعت میگرده آرام آرام تجارب بسیاری رو میگیره، اخذ میکنه از طبیعت و این تجارب جهان تجربی او رو گسترش میده. اما چیزی مهمتر از این که ادیت کاب بهش اشاره میکنه اینه که هر کودکی در ارتباط با طبیعت یک جهان خاص خودش رو میسازه، جهانی که با هر کودک دیگری متفاوته. و او حتی این رو تا به اونجا میبره که در واقع هر انسانی با این تجربه یک گونه متفاوت از انسان دیگر هست. اگرچه که ما میدونیم که این در این حد اغراقه، ولی این که جهان آدم‌های متفاوت در ارتباط با تجربهشون بسیار با هم متفاوت هست، این درش تردیدی نیست. و این رو شما مقایسه بکنین با اون چی که امروز در مدارس ما اتفاق میفته که جهان همه این کودکان شبیه به هم هست، همه مثل پرچین‌های کنار خیابون که دو طرف و بالاش رو بریده باشن، همه رو همسان کرده باشن، همه باید یک جور ردیف رو به تخته بشینن و به حرف یه معلم گوش بدن و بعد جواب فقط اون جوابی باشه که او میخواد و هر جواب دیگری هم پسندیده حتی نیست. یکی از بچه هایی که تو مدرسه طبیعت تا 6 سالگی گذرانده بود خودش درخواست کرد که بعد از 6 سالگی بره مدرسه کلاسیک و پدر و مادرش موافقت کردن و یه روز رفت مدرسه و بعد که برگشت شرحی که از مدرسه داد، شرح کودکانی او به نظر من به بهترین وجه ممکن تفاوت مدرسه طبیعت رو با مدرسه کلاسیک بیان کرد. او میگه که مامان این چه جای مسخره یک من رفتن، یه نفر همه ما رو جمع کرده و برای ما حرف میزنه و بعد خودش تو سایه وایساده و ما رو تو آفتاب نگه داشته. اگر همین جمله کودکان رو بشکافیم، این که کودکان همه یکسانند، همه علاقه یکسان دارند، همه نیاز یکسان دارند و آموزش پذیرند، ما میتونیم به اونا آموزش بدیم و اینی که ما از اونها بیشتر میدونیم و اینی که ما مصلحت اونها رو بهتر میدونیم و اینی که رفاه ما از رفاه اونها مقدمه، همه در همین جمله کودکانه این بچه مستطره و به نظر من به بهترین وجه ممکن نشون میده که نظام مدرسه کلاسیک تا کجا به خطا رفته. بعد از کاب ما دیگه در دهه 80 قرن گذشته وفوری از مطالعه در مورد این تأثیر ماندگار داریم که با کتاب بایوفیلیای ویلسون شروع میشه که معادل اون رو زیستگرایی در فارسی گذاشتیم. ویلسون در این کتاب نشون میده که انسان، بچه انسان لوح محفوظ نیست، بلکه با یک گرایش، با یک دستور کار به جهان میاد و میخواد اون دستور کار خودش رو پیاده کنه. ما بر اساس تکامل میلیون ساله خودمون باید زیستگاهمون رو بشناسیم و این شناخت زیستگاه برای بهره برداری از منابع اون و پرهیز از خطراتش ضرورت تام و تمام داره. بنابراین اولا ما با گرایشی به دنیا میاییم که این چیزهایی از طبیعت برای ما مطلوب و چیزهایی از اون رو برای ما نامطلوب نشون میده. مثلا فرض کنید که ما از یک تند
خدا میترسیم، ما از ارتفاع بلند میترسیم، ما از مار میترسیم، ما از تاریکی میترسیم. ولی منظره پرگل و گیاه برای ما جذابه. ما نگاه کردن از یک چشمانداز وسیع رو، از جایی که بتونه یک چشمانداز وسیع رو ببینه، لذت میبریم. ما درختانی رو که پر میوه هستن رو، زمانی که حتی میوه ندارند، کنفیگوریشنشون رو، شکلشون رو، گلهاشون برای ما جذاب هست، برای که به ما میگه که ما در آینده قرار از او چه بهره‌ای ببریم. و به هر صورت این گرایش‌های مثبت و منفی که ما نسبت به طبیعت داریم، او در بایوفیلیا میاره. و بعد از اون دیگه دیگران، از جمله کلرت که در واقع همه زندگی حرفه‌ایش در این راه رفته، هیروگون، اوریانس، اینا همه در این زمینه کارهای مفصلی انجام دادن. و جای خوشبختیه که بسیاری از این کارها امروز در ایران یا منتشر شده یا در حال انتشار هست. من به شدت ممنون و متشکرم از نشر نو برای اینکه در این راه پیشگام شد. اولین کتابهایی که درش درآمد، خب طبیعت انسان هست، مال ویلسون. بعد از اون باغبان و نجار در اومده، مال خانم الیسون گوپنیک. الان یادگیری آزاد زیر چاپه که به زودی منتشر خواهد شد، مال آقای پیتر گری. و 4 کتاب دیگه پیتر گری همه در مرحله انتشار هستن. و بسیاری کارهای دیگه، یاد جنگل دور که مال اوریانس، که به خوبی همه جنبه‌های ارتباط ما رو با طبیعت و میل ما رو به این زیستگاه به خصوص ساوانی نشون میده. اینها کتاب‌هایی است که اونا منتشر کردن. جهاد دانشگاهی مشهد هم یه مجموعه در دست داره که یکی بعد از دیگری بیرون خواهد آمد، بعد از این بومشناسی تخیلات کودکی، از جمله کتاب خنگمان میکنند که نظام مدرسه رو به خوبی نقد میکنه، یا کتاب پنداشت تربیت رو عرض به حضورتون که اون هم به زودی منتشر خواهد شد. من میتونم نوید بیرون آمدن این کتاب ها رو بدم. اگر عمر انسان رو به 3 دوره، یه کودکی و نوجوانی، میانسالی و بزرگسالی و بعد کهنسالی تقسیم بکنیم، رابطه این 3 قسمت در بود میلیون ساله انسان خیلی افت و خیز داشته. در دوره شکارچی گردآورندگی، خب پیر مرجع تجربه است و کودکان عملا برای خود رها هستند، اگرچه که به حسابی نمیان، ولی کسی کار به کارشون نداره و آزادن که دستور کار خودشون رو پیاده کنن. با ورود به کشاورزی، عملا کودکان باید وارد عرصه تولید بشن و بنابراین به خدمت گرفته میشن، ولی پیران هنوز جایگاه محترم خودشون رو به عنوان مرجع تجربه دارن. و کودکان اگرچه که به کار گرفته میشن، ولی به خاطر تماسشون با زمین، با گیاه و فراغتهایی که در حین کار پیدا میکنن، هنوز فرصتهای ذی قیمتی برای تجربه طبیعت دارن که بتونن با اون توانا، خلاق و مقاوم بار بیان. ولی با ورود به دوران مدرن و بعد از انقلاب صنعتی، آرام آرام ما این روندی رو که میخوام بگم میبینیم که داره پیش میره. یعنی آرام آرام پیرها هرچه به جلو میایم از اریکه مرجع تجربه به زیر کشیده میشن و به خانه های سالمندان فرستاده میشن. و کودکان تحت فشار قرار میگیرن که هرچه زودتر وارد عرصه تولید بشن. در زمان ما مثلا فرض کنید که ما یه ساعتی به مدرسه میرفتیم، ولی فراغت بسیار داشتیم که بتونیم در اون فراغت هنوز بیرون بازی کنیم. اما امروز که شما نگاه کنیم، پدر و مادرها، نظام آموزش و جامعه به کودکان به چشم آدم‌های بزرگسالی نگاه می‌کنن با یک جسه خرد.
که باید اونها رو هر چه سریع‌تر از مرحله کودکی عبور داد و وارد عرصه تولید و به اصطلاح بهره‌وری کرد. اگر بگم که مهد کودک برای بچه‌ها کارگاه به اصطلاح فن آوری، کارگاه نوجویی، کارگاه حرف مختلف گذاشته، اغراق نگفتم، این واقعیت رو گفتم. اگر بگم که یک کودک دوره ابتدایی در تهران تا روزی 19 ساعت در کلاس‌های مختلف هست، اغراق نگفتم، این واقعیته. بنابراین عملا جامعه، خانواده و نظام آموزش تلاش میکنن که همه اون چیزهایی که بزرگسالان نیاز دارن هرچی سریعتر به کودکان منتقل کنن، انگار که کودک برای خودش هیچ دستور کاری نداره، انگار که کودک هیچ وجه مستقلی نداره، انگار که کودک خودش مصلحت خودش رو به هیچ وجه نمیدونه. اگر شما کودک رو با حال خود بگذارید، هیچ چیزی رو بالاتر و والاتر از بازی نمیبینه. بازی برای کودک حتی از آب و غذا و چهار عمل اصلی هم واجبتره، یعنی خوابش گرفته نمیخواد بخوابه، میخواد بازی کنه. تنگش گرفته نمیخواد بره دستشویی، میخواد که بازی کنه. گشنشه، تشنشه، حاضر نیست بیاد غذا بخوره، آب بخوره، میخواد بازی کنه. چرا؟ برای اینکه او با بازی همه چی رو به دست میاره. او با بازی آزاد، با یلگی، با ولگردی هست که با اون چیزهایی که لازم داره میرسه. و ما جامعه مدرن امروزی ما چه بگه چه نگه در عمل بازی رو لهو میبینه، بازی رو یک کار بیهوده میبینه که کودک باید هر چیز زودتر از اون گذر کنه. تجربه بچه هایی که به مدرسه طبیعت میان، والده میشن که زور میان به ما میگن که امروز این بچه چی کار کرده؟ میگیم بازی کرده. بله، ولی غیر از بازی چی کار کرده؟ میگیم بازی کرده. بله شنیدم، ولی غیر از بازی. آخه بازی فقط بچه باید بکنه، بچه نباید کار دیگه بکنه. ولی انگار که انقدر در ذهن اینها مسئله جدی بودن زندگی حق شده که کودک باید به سرعت از بازی گذر کنه، در حالی که کودک جز بازی به هیچ چیزی نیاز نداره. بیا بچه گربه نگاه کنین چه کار میکنه، همش بازی میکنه، همش تخیل میکنه. بچه انسان هم همین کارا رو میکنه، با یک تفاوت که بچه گربه وقتی به مرحله بزرگسالی میرسه بازی رو ترک میکنه و باید کار جدی بکنه. ولی انسان به این دلیل انسان شده که یه فرایندی درش میگذره به نام نئوتنی، یعنی حفظ خصوصیات کودکی در بزرگسالی. بزرگسالان هم مثل کودکان کنجکاون، بازیگوشن، فضولن، قدرت تخیل دارن. ما این بابا به دست آوردن این صفات که فقط بعضی از جانوران این خصوصیات رو در بزرگسالیشون دارن، ما به این با حفظ این صفت نئوتونیک در واقع انسان شدیم. و شگفتا که در دوران مدرن، در عصری که بیشترین تولید علم صورت گرفته، ما کودکان رو از بازی محروم میکنیم و اونا رو داریم وارد یک عمل جدی میکنیم و اجازه نمیدیم که اونها اونطور که باید شاید بار بیان. من نمیدونم که جامعه‌ای که پیرانش رو به عنوان مرجع تجربه کنار بگذاره و کودکانش رو که باید آینده او رو تأمین کنن امروز آینده خودش رو پیشخور کنه، تکلیفش برای آینده میخواد چه باشه؟ او برای آیندهش چیزی نداره. کودکان ما امروز قدرت تخیل ندارن. حافظ بدون قدرت تخیل چه حافظی میتونه باشه؟ بر صورت من با دغدغه محیط زیست سراغ کودکان آمدم، ولی
وقتی اونجا آمدم به تدریج متوجه شدم که این فقط محیط زیست ما نیست که در آینده در خطره، چرا که کودکانش تجربه طبیعت ندارن، محیط های بیرون تجربه نمی کنن، عاشق طبیعت نمیشن و وقتی عاشقش نشدن در بزرگسالی ما با دادن کتاب ها به اونها نمیتونیم اونها رو عاشق کنیم، میتونیم اونها رو آگاه کنیم. ما امروز در هر شهر بزرگ ایران یک دانشکده محیط زیست داریم. ما چندین هزار فقط فارغ التحصیل بیکار محیط زیست داریم و محیط زیست ما از هر روز خرابتره. حالا که 50 سال پیش وقتی که سازمان حفاظت محیط زیست رو باز کردیم، نه رئیس این سازمان محیط زیست خونده بوده، نه کارشناسانش محیط زیست خونده بودن، یا شکارچی واقعی بودن یا شکارچی توبه کرده بودن. ولی در این حال ما در اون زمان یک سازمان عریض طویل کارآمد برای حفظ طبیعت ایران رو برپا کردیم، کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها رو در رامسر نوشتیم، قوانین محیط زیست نوشتیم، مناطق چهارگانه اعلام کردیم و امروز فارغ التحصیلان محیط زیست ما در توجیه طرح‌هایی که دولت‌ها انجام میدن فقط میتونن نقشی داشته باشن. چرا؟ برای که مدرسه تجربه طبیعت رو از کودکان ما گرفته. مدرسه عبوس، مدرسه دور از طبیعت، مدرسه دور از واقعیت زندگی که فقط مشتی محفوظات تو کله بچه های ما میکنه و زمان و فرصت عاشق شدن رو از اونها میگیره، اونها رو به چیزی تبدیل میکنه که ما امروز از هر جهت که نگاه میکنیم اونها ناکار آمدند. من اون روز با دغدغه محیط زیست رفتم سراغ بچه ها، ولی وقتی اونجا رفتم دیدم که فقط محیط زیست در خطر نیست، بلکه میراث‌های طبیعی ما، میراث‌های فرهنگی ما، میراث‌های تاریخی ما، آینده ما، سرزمین ما، همه در خطرند. این اکسودوسی که راه افتاده، این مهاجرت دست جمعی که دارن میرن، من اونقدر به اصطلاح زود باور نیستم که همه رو بخوام به این مسئله به خصوص منتسب کنم، ولی بسیاری از اونها به این دلیل از اینجا میرن که به اندازه کافی عاشق سرزمینشون نیستن. و اگر قراره که ما این رو به سامان کنیم، اینو برگردونیم، ما باید دوباره کودکی رو به کودکانمون برگردونیم. ما باید قبول کنیم که طبیعت، آغوش پرمهر طبیعت، مثل آغوش مادر برای اونها به اصطلاح پرورنده است و بدون اون اینها نمیتونن موجودات توانا، سالم، قدرتمند، مقاوم و خلاقی باشن. بنابراین باید بازگشت اونها به طبیعت حتما مورد تأکید قرار بگیره. جای مردان سیاست بنشانیم درخت تا هوا تازه شود. مسافرتی رو شخصی بگم آغاز کردم و یاد روزهای افتادم. مثل بینید من ببینم
چقدر آدم های ثابت عکس دارم نمیدونم چه بخشید من بله. ببینید من یه سفری رفتم الان با این کلام و همزمان تو این سفر یک سفر تصویری از این شهر و ساختمون ها و بچگی خودمون رو که چه نسبتی به اینا داریم چه گفتره یه سفر داشتم فکر کردم که اشکال ما در ایران به خصوص از کجا شروع شد اشکال ما از اونجای شروع شد وقتی دنیای غرب شما بهش اشاره کردید با درک عمیق از محیط زیست بود ما به دلیل نداشتن آدم محیط زیستی متفکر در حقیقت از عمل کنندگان طبیعت درس گرفتیم و اینها هم دستشون در نکنه خیلی کار کرد از جمله دوست عزیز من اینالو که فوت کرد البته به اون نرفت ولی به نظر من اشکال اساسی که در الان وجود داره این است که سازمان محیط زیست به عنوان یه سازمان عمل کننده بهش اهمیت ندادم و همچنان ادامه داشتم ما در تلویزیون من برای دوستان جوان بردگم من اولین آدمی بودم که برنامه های زیست محیطی رو آغاز کردم محیط زیست ها ولی اون موقع فنسی نمایشی بود چرا؟ برای اینکه جهان داشت صحبت میکرد ما گفتیم از دنیا عقب نیفتیم از محیط زیست صحبت کردیم ولی اون درک عمیق اصلا به کل قضیه جامعه به وسیله عوامل اجراییش نرسید ولی که جامعه میلیتنت نظامی گذشته که خیلی هم باز آگاه بود برای که با تفنگ آشنا بود و بعد با این تفنگ به جنگل رفته بود تونست یک کاری بکنه ولی پس از اون دیگه محیط زیست در کشور ما فدا شد به وسیله اوهام و من روی تکیه میکنم ما با اوهام نمیتوانیم محیط زیست کشور ما رو بگرد با خیالات 3000 سال پیش نمیخوام بی خودی هیجان زده باشم نمیتونیم محیط زیست رو بگرد همین الان شما حالا تو هفته آینده من صحبت میکنم به مورد به رادیو تلویزیون های داخلی وقتی گوش میکنیم ببینید اینها باز با یه سبک فرمالیته به محیط زیست مثل زمان اولیه من دارم نگاه در حالی که جهان داره دیوید آتنبرو رو مثلا مطرح میکنه به نظر من چیزی که شما فرمودید الان حالا که من آدمی نیستم که ببینید که بدونم راجع به کتابی که نخوندم حرف بزنم ولی چیزی که درک کردم از صحبت‌های دوستان شما خانم که ما واقعیت امر این است که محیط زیستمون باید یک پدیده در ایران برای که بتواند برگردد باید یک حالتی داشته باشه که بتونه قدرت اجرایی داشته باشه فقط با ادوایز هم نمیتونه حالا یه پرونده بگیره اخیرا من فقط اینو سریع میگم ما 3 سال و نیم به خاطر قضیه کرونا در استرالیا حبس شدیم من و خانمم چون 3 ماه میرفتیم حالا به یه دلایلی حبس شدیم ولی یه چیزی که من اونجا دیدم خوب محیط زیست روزانه است یعنی مسئله فقط به عنوان نمایشی که من خودم رو سرزنش میکنم شروع کردم نیست الان هم باز نمایشیه ببین من همش دارم فکر کنم با این خیابان ها و با این تشکیلات ما امیدوارم عزای محیط زیست رو نگیریم که داریم میگیریم من امیدوارم که یک آگاهی پیدا بشه و این آگاهی حمایت من آقای مهندسیایی نشستیم یه فیلمی رو منتاج کردیم خاطرتون میاد ببخشیدم راجب گوزن زر و اینو داریم رفت و خب اثرم کرد ولی الان دیگه شرایط اونقدر فراهم نیست حالا نمیخوام باز سیاسی بشم من دارم اینو عرض میکنم تا موقعی که بچه های ما مثل آدم بزرگان تو صف جنبایی بایمسی با آدم بزرگ میدارم دارم حرف شما رو دنبال میکنم که آدم بزرگ هست آدم بزرگ هم بخواد ادای باباش رو در بیاره باباش هم میاد زمین نگاه میکنه میگه اینجا میشه ساختمان فلانی سا ما باید مسئله محیط زیست رو جدی بگیریم ببریم تو مدارس ولی یه گرفتاری داریم طرز فکر خیالاتی ما راجع به جهان نمیتونه عینیت محیط زیست رو ببریم تو مدرسه مگر اینکه ما بیان با واقعیات رو بروشیم و واقعیات رو درس بدیم و این واقعیات ممکنه از نظر بعضی ها گناه باشه
من دارم عرض میکنم که محیط زیست رو با دعا و ثنا نمیشه. ما باید نمیدونم آدم مبارز محیط زیست داشته باشیم، آدم و اینا رو میشه درست کرد، هنوز هم امید داریم. ولی به قول شما باز ما این با مهاجرت من نمیدونم چیکار کنم. تو استرالیا به من میگم یا برنامه راجع به محیط زیست استرالیا، غیرت من اجازه نمیده بیام برای ملتی که زیر چزر بودن بگم استرالیایی ها دارن چیکار میکنن، که اونجا هم همچین ما دل خوشی نداشتیم. اما واقعیت هست که میخوایی برگردیم، میخوایی تو مملکتت کار کنی. و حالا من دارم این فکر رو میکنم که من چی کار میتونم برای این کشوری بکنم که همه خواهم پولاش رو بزنن رو هم دارن ساختمون برج بسنن و ساختنم. حالا چجوری نفوذ کنم به داخل اون برگه؟ یه بار میگه سپاس گذاریم از آقای دکتر وهاب‌زاده سوال دوستان میگه چون وقت داریم خیلی متشکرم از حضورتون، امیدوارم که در فرصت دیگه ببخشید ما طبق قرارمون باید سالن رو تعمیر بدیم. خیلی متشکرم تا فرصت دیگه با دارید.